سلام و درود مجدد دارم برای همه شما هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران. در برنامه سه‌شنبه این هفته از تلویزیون ایران فردا در برنامه امروز و فردای ایران که مدت هاست در خدمتتون هستم. بحثی که من امروز دارم طبیعتاً بحث روز همه ما ایرانی ها و به نوعی درگیر در مسائل بین‌المللی است و اون هم بحث آقای ترامپ. آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا که به هر حال موضع‌گیری کرده که برای ما ایرانی‌ها بسیار بسیار مسئله انگیز شده و اینی که ما بتونیم تحلیل درست از این موضوع داشته باشیم خودش میتونه کمک بسیار بزرگی برای امروز و فردای ما باشه. ببینید سابقه امر را اگر که نگاه بکنیم باید تاریخ جمهوری اسلامی رو در همین کوتاه مدت در عرض این 40 سال گذشته، چرا میگم 40 سال با وجودی که نشده، چون از 1 سال قبلش هم آقای خمینی در این ارتباط بودند، ولی وقتی که نگاه بکنیم رؤسای جمهور امریکا به آقای کارتر، به آقای ریگان، به آقای بوش پسر کلینتون، اوباما، میبینیم که جمهوری اسلامی به هر شکلی با همه اینها تونسته کنار بیاد و در آخرینش با آقای اوباما. امروز بحث جدیتر مطرح شده، چند تا سوال مطرحه اینجا. ترامپ چی میخواد؟ ما ایرانی ها چی میخواییم؟ جمهوری اسلامی چی میخواد؟ ترامپ تکلیفش بسیار بسیار روشنه. ترامپ میخواد که ایران مال امریکا باشه. طبیعی است که خیلی مشخص برای خودش دلایلی رو داره. دلایل اصلیش مثل همه رهبران جهان منافع ملی امریکاست و اینی که درآمد مردم امریکا بیشتر باشه، امکانات امریکا بیشتر بشه، منطقه در اختیارش قرار بگیره و به خصوص مسئله ایران. ایران به هر حال کشور بسیار ثروتمندی است از دو نظر. یکی از نظر نیروی انسانی که خب در منطقه قابل مقایسه نیست. خب در خود امریکا هم آقای ترامپ شاهدشه، در خود کاخ سفید هم شاهد همین مسئله هست. دیگری در رابطه با مسئله معادن زیرزمینی ایران مثل نفت و گاز و غیره. چرا؟ دلایلش خیلی روشنه، میخواد اینها رو داشته باشه تا بتونه به مملکتش بیشتر برسه، نمیدونم یا هر چیز دیگری. اینی که ما فوشش بدیم یا هر چی بکنیم، اون تکلیفش با خودش روشنه. جمهوری اسلامی چی میخواد؟ جمهوری اسلامی به روشنی میخواد که به هر قیمتی باقی بمونه. به هر قیمتی که عرض میکنم به این معنا که هیچ تفاوت واسش نمیکنه که این مملکت ویران بشه، این مملکت مردمش از گرسنگی به فریاد بیان، این مملکت بالاترین بیکاری رو داشته باشه، این مملکت بالاترین اعتیاد و فحشا و غیره و غیره رو داشته باشه. اصلا مسئله جمهوری اسلامی نیست. به هر قیمتی میخواد بمونه، هیچ تفاوتی هم نمیکنه. هر دو جناح همین فکر رو دارن. هر کدوم از روز اول انقلاب هم شما نگاه بکنید، هر دو جناح میخواستن که با امریکا ارتباط برقرار بکنن، منتها از اینی که نتونستن طرف مقابلشون رو خفه بکنن به تنهایی میخواستن وارد این قضیه بشن. تا الان نشده، در دوره هایی شده. خب ما چی میخواییم؟ ما ایرانی ها، تکلیف ما ایرانی ها روشنه. ما 100 سال به دنبال این هستیم که به هر حال به یک آزادی و یک دموکراسی برسیم. این 100 سال تاریخ رو در کمتر کشوری از جهان شما سراغ دارید، شاید هم سراغ ندارید، شاید من هم واقعا نمیتونم ستون این مثال رو بزنم که در طول بیشتر از 100 سال
ما سه انقلاب رو پشت سر گذاشتیم، چه ها کردیم، چه بدبختی هایی سرمون آمده، همه اینها در تاریخ معاصر ایران، در تاریخ 100 ساله ایران وجود داره، نیازی به گفتنش نیست، هممون میدونیم. آخرینش انقلاب اسلامی است که این بلا و این ویرانی رو به سر ما آورد و من به جرأت و به سهم خودم اعلام میکنم که بلایی که جمهوری اسلامی سر ما آورد مغول به سر ما نیاورد. چرا؟ مغول در اون دوره نمیدونم شهرهای ایران رو گرفت، کشتار کرد، چه کرد چه کرد و تموم شد. جمهوری اسلامی کاری رو با جامعه ایران، با مردم ایران، با بچه های ایران کرده که اگر همین امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم جمهوری اسلامی سقوط بکنه، از فردا صبح یک حکومتی سر کار بیاد که مورد قبول همه ما باشه، شما مطمئن باشید که باز یک دوره طولانی باید به وجود بیاد که این ارثیه شوم جمهوری اسلامی تا اندازه برطرف بشه. خب به این معنا بیایم ببینیم که الان ما چیکار میتونیم بکنیم. این آزادی و دموکراسی که دنبالشیم چه وضعیتی به وجود میاره؟ ما ایرانی ها باید این رو بدونیم، تکلیف آقای ترامپ بسیار روشنه. آقای ترامپ دلش برای مردم ایران نسوخته، مثل همه دولتمندان همه کشورهای دیگه. جمهوری اسلامی یا این تهدیدها رو که احتمال داره واقعیت هم پیدا بکنه میپذیره یا نمیپذیره. اگر نپذیره باید بره به دنبال نمیدونم شعارها و نمیدونم بحثهای آقای پوتین و چین و اروپا که خیلی خیلی خوب میدونه که راه به جایی نمیبره. دلیلش هم خیلی روشنه. توی این چند هفته اخیر نگاه بکنید، همه دولت مردان حکومت جمهوری اسلامی میگن اگه امریکا بیاد بیرون ما بلافاصله آتیش میزنیم. یعنی چی؟ یعنی این که این همه اروپا، خانم مگرینی، آقای مکرون، خانم مرکل، خانم می، نمیدونم همه اینها پشتیبانی میکنن، جمهوری اسلامی خودش خیلی خیلی خوب میدونه که اینها هیچ کدوم راه به جایی نمیبرن. امریکاست که باید که تکلیف رو روشن بکنه. به همین دلیل میگن اگه امریکا بیاد بیرون ما همه چی رو ول میکنیم. پس در نتیجه همه این راه ها رو انتخاب میکنن. به نظر من در نهایت با ذلت و بدبختی هرچه بیشتر باقی میمونن. حالا این مرحله تکلیف ما چیه؟ ما یه راه بیشتر نداریم. به نظر من اون راه فقط و فقط یک دروازه بیشتر نداره. اون دروازه چیه؟ اون دروازه اینه که برگردیم تجربه هامون رو نگاه بکنیم. برگردیم به اینی که آیا اینی که هی نشستیم پشت این تلویزیون ها دیدیم، در همین جا هم شاهدش هستیم، میبینیم که بعضی ها شعارهای قشنگ میدن، نمیدونم تکه کلام دارن، فلان دارن، هی مطرح میکنن، حالا از این نمیدونم جمهوری اسلامی مزدور تا علی دست و علی چلاق و نمیدونم روباه بنفش و غیره و غیره. ما کجا رو گرفتیم جز اینی که فقط و فقط به بی احترامی به خودمون انجام میده؟ ما اگر که شاهد این هستیم که این بدبختی ادامه پیدا کرده، چه راهی واسه ما باقی مونده؟ ما اگر که بحث آزادی و دموکراسی میکنیم معنی و مفهومش چیه؟ آیا ما میفهمیم این معنی و مفهوم رو؟ بالاترین واژه‌ای که در 40 سال گذشته در میون ایرانی ها در ادبیات سیاسی ما وجود داشته واژه دموکراسی است. همه، هیچ تفاوت نمی کنه، در داخل و خارج از کشور، در خارج از کشور، در طیف های چپ چپ تا راست راست، همه این بحث رو مطرح می کنن که دموکراسی. ولی دموکراسی مفهومش چیه؟ مفهوم دموکراسی کجاست؟ آیا جز اینه که من میتونم با شما اختلاف عقیده سیاسی داشته باشم؟ چه بیداری که داشته باشم؟
اگر اعتقاد به دموکراسی دارم میتونم اختلاف سلیقه سیاسی هم داشته باشم، اختلاف سلیقه اجتماعی هم در اداره مملکت داشته باشم. مگه همه جای دنیا تو این چند تا کشوری که دموکراسی تا حدی وجود داره این اختلافات وجود نداره؟ بله وجود داره، طبیعی است که وجود داره، ولی دموکراسی حاکمه. در اونجاست که ما ایرانی ها لنگ میزنیم، دچار مشکل میشیم، چرا که اسم دموکراسی رو، شعار دموکراسی رو میاریم، ولی در عمل میگیم که همون چیزی که من میگم دموکراسی است، اون کاری که من انجام میدم دموکراسی است. در اینجا ما مشکل داریم، در اینجاست که مشکل ما لاین حل مونده، 40 سال لاین حل مونده. من باور ندارم که بعد از این هم نمونه. من باور ندارم که ما بتونیم که اگر قدم به اون مفهوم واقعی دموکراسی نگذاریم راهی رو پیدا بکنیم. جمهوری اسلامی با شتاب داره ایران رو ویران میکنه. ویرانی ایران شوخی نیست. من با توجه به این که بارها و بارها سر مسئله بچه ها صحبت کردم، دلیل دارم که سر مسئله بچه ها حرف میزنم. دلیلم روشنه، برای که اونا آینده این مملکت هم. برای این که این مملکت اگر بخواد بمونه هیچ راهی وجود نداره، باید این مملکت بمونه. بچه هاش باید آینده سازاش باشن. ببینید که سر این بچه ها چی داره میاد. اون وقت ما یه عده نشستیم جلوی این دوربین های تلویزیون، یک باند بازی را انداختیم، نمیدونم از این پول میگیریم، از اون پول میگیریم، نمیدونم این کار میکنیم، دوتا آدم رو میاریم که نمیدونم جریان دوچرخه سواری مطرح بکنن، دوتا آدم دیگری میاریم در مقابل اونها قرار میدیم. نه واقعیت های جامعه امروز ایران. واقعیت های جامعه امروز ایران این رو میطلبه که ما بیستیم پاش، بیستیم بگیم که من موافق یا مخالف سلطنت هستم، ولی جلوی مردم میشینم حرفم رو با اون طرف میزنم. فرار نکنیم، وحشت نکنیم. اپوزیسیون ما دو مشکل اساسی داره برای آینده ایران، برای نگه داشتن این مملکت. یکی این که خجالتیه. خجالتی به این معناست که شما همه رو نگاه بکنید، این رهبران اپوزیسیون میان جلو شما میشینن میگن من که واسه خودم نمیگم، من که کاری نمیخوام انجام بدم، من که پستی نمیخوام، من پولی رو نمیخوام. این خجالتی بودنه. یعنی چی خجالتی بودنه؟ یعنی این که اگر من وارد کار سیاسی میشم یک هدف رو دنبال میکنم، هدفم اینه که جمهوری اسلامی نباشه و سرنگون بشه و من فکر من باشه که جایگزین آینده بهتر ایران بشه. دوم اینه که از همدیگه وحشت داریم. وحشت از این داریم که جلوی همدیگه بنشینیم. وحشت از این داریم که در مقابل مردم حرف بزنیم. وحشت از این داریم که مردم بفهمن ما کی هستیم. این رو چند تا مجری تلویزیونی هم ادامهش میدن مرتب. این وحشت رو پول میگیرن یا پول نمیگیرن مسئله من نیست. این مسئله من اینجاست که به نفع آینده ایران نیست، به نفع بچه های ما نیست. صحبت طولانی شد ولی باقی مونده، وقت من تموم شد. سپاسگزارم.